درود بر همه بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه و خوش آمد ویژه به خانم رکسانا چگینی که قبلا هم یک دور باشون مصاحبه کردیم و این بار میخواییم که درباره تجربه ایشون برای زندگی کردن در دبی و اصولا امارات عربی متحده صحبت بکنیم و من شخصا خیلی کنجکاوم، پرسش هایی دارم که انتظار داریم ایشون با آشنایی خیلی خیلی نزدیکی که با امارات و به ویژه دبی دارن ما رو راهنمایی بکنن. قبل از اینکه شروع بکنم و از شما بپرسم خانم چگینی، خواستم بگم که من در مصاحبه هام هر موقع که بخوام مثالی بزنم از اسرائیل مثال میزنم و به من میگن تو داری درباره اسرائیل تبلیغ میکنی، میگم نه، من قصد تبلیغ ندارم. تنها کشوری که خیلی خیلی خوب میشناسم اسرائیل، بنابراین طبیعی است که من از اسرائیل مثال میارم. شما در یک گفتگوی قبلی به من گفتید که 16 سال در دبی زندگی کردید، بله؟ بله، اجازه بدین اول سلام عرض کنم آقای منوشه عمید. باشه، سلام بذاریم برای بدتر. سلام. بله، من 16 سال و نیم در دبی در امارات متحده عربی زندگی کردم و کار کردم، درست؟ بسیار عالی. و من چون خیلی کنجکاوی دارم و خیلی سوالها دارم، فکر میکنم شما بهترین فردی هستید که به این سوالها میتونید پاسخ بدید. باز تکرار میکنیم، قصد تبلیغ درباره هیچ کس، هیچ چیز و هیچ کشور و مملکتی رو نداریم، ولی همیشه من هر چیزی رو که میبینم به فکر ایران هستم. وقتی میرم یک کشوری تمام ذهنم ایرانی، یعنی این چیزی که من الان تو این کشور میبینم آیا مناسبه برای ایران، آیا میتونه زندگی مردم ایران رو بهبود ببخشه، یا گاهی از خودم میپرسم خب اینا دارن با چنین رفاهی زندگی میکنن، چرا ایرانی ها در این رفاه نباشن، چی ما کم داریم؟ و غرض سخن من با شما خانم رکسانا چگینی در واقع همین پرسش هاست و همین هدف هست که ما چی میتونیم از امارات عربی متحده و از امیرنشین دبی یا امیرنشین ابوظبی و دیگران یاد بگیریم. من در یکی دو تا مصاحبه پیشینم گفته بودم درباره آنچه که در دبی دیدم که اعراب امارات آمدن و یک شنزاری رو گرفتن و به آبادانش پرداختن و بعضی جاهای امارات امروز مثل بهشت بسیار زیباست و مردم در رفاه کامل زندگی میکنن، و این در حالی که حکومت اسلامی در ایران یک بهشت رو تحویل گرفت و الان تبدیلش کرده به شنزار. و از این جهت از شما خانم رکسانا دعوت کردم مهمون برنامه باشید. پرسش های کنجکاوانه دارم درباره دبی و اصولا کل امارات که فکر کردم شما بهترین پاسخگو هستید. بفرمایید، الان میتونید تعارف ها رو شروع کنید. خب نه، من یه بار دیگه سلام میکنم به همه عزیزان، متشکرم، سپاسگزارم که باز هم از من دعوت کردید که به گفتگو بنشینم با شما. باعث افتخار من هستش و خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم که تجربیات خودم رو و آن چیزی که خودم دیدم رو بتونم به عنوان راهنمایی، همونجور که شما فرمودین هیچ جنبه تبلیغ نداره، ما اصلا تبلیغ برای هیچی نمی کنیم، ولی خب یه سری داده ها و یه سری تجربه ها هستش که میتونه که درسی باشه، آشنایی باشه برای مردم. و اینکه از دیدگاه های متفاوت آدم اگر به یک شرایط نگاه بکنه خیلی خوب هستش، اون وقت میتونه که راحت‌تر قضاوت بکنه اگر که قراره که قضاوت بکنه. من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم که از دید خودم پاسخ پرسش های شما رو بدم. بفرمایید. بله، ما یک واژه سحرانگیز داریم به اسم اتحاد. بله، امارات عربی متحده. امارات متحده عربی، نه اشتباه میکنید، در ایران هم اشتباه میکنن. نام رسمی این سرزمین الامارات العربی المتحده، بنابراین خب امارات عربی. پس
پس بله امارات متحده عربی. بله مهم نیست. ما اتحاد بله از واژه اتحاد یک واژه سهرنگیزه. اینا هفت تا امیرنشین بودن. بگید که چرا و چگونه آمدن و دست اتحاد به هم دادن. بفرمید. امسال 50 سال اتحاد امارات های اتحاد متحده عربی و اتحاد عربی متحده فرقی نداره جشن گرفته شد و هر سال موضوعی که در رابطه با سالگرد اتحاد جشن میگیرن روح اتحاد هستش، یعنی با اتحاد و همراهی و هماهنگی هستش که یک دولت یک مملکت قدرت میگیره. و همونجوری که فرمودید هر امارت یک حاکم داره و قبلا به صورت قبیله‌ای حکومت‌های قبیله‌ای بوده و سرقبیله بوده و اصلا سیستم و ساختار جامعه ساختار قبیله‌ای هستش. بنابراین در امارات رهبران امارات‌ها به عنوان امیر یا به عنوان عالی جناب یا به عنوان پادشاه اینا شناخته نمیشن، بهشون میگن صاحب سمو، که ترجمه فارسی مناسبی رو ما نمیتونیم پیدا کنیم. بنابراین در زبان فارسی هم ما صاحب سمو رو استفاده میکنیم ولی به زبان انگلیسی یعنی میشن افرادی که دارای سخن هستن و بعد بهشون گوش کرد. بله و حاکم دبی ما فارسی و به انگلیسی هم میگن رولر آف دبی، رولر آف ابوظبی و حاکم هستن. ابوظبی که پایتخت هستش همه دوستان اطلاع دارن و پارلمان در پایتخت هستش. هدف در تا اونجایی که من اطلاع دارم، البته خب توی اینترنت میشه سرچ کردش، زمانی که امارات متحده عربی مروارید جمع میکردن از توی دریا و قایقران بودن و یک زندگی خیلی ساده روستایی داشتن، چند تا شتر داشتن، چند تا حیوان داشتن، گوسفند داشتن، کپرنشینی بوده. اون زمانی که فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم تصمیم گرفته میشه اول 6 امارات تصمیم میگیرن متحد بشن و بعد امارات هفتمی هم میپیونده و به صورت یک اتحاد 50 هستش که برای خدمت به مردم، همونجور که شما دفعه قبل گفتید تعداد خود اماراتی ها خیلی کمه، برای ساختن یک بهشت در کبیر، دقیقاً عملا یک بهشت در کبیر متحد شدن که بتونن همراه هم باشن. یه یادآوری تاریخی بکنیم، انگیزه این اتحاد چه بود؟ چرا اینا به فکر اتحاد افتادن؟ 7 قبیله است، هر کدومم سنت خودش رو داره، حتی تفاوت‌های در زبان محاوره اونها وجود داره و آداب و رسومشون هم یک تفاوت‌های با هم داره. چه شد که اینها تصمیم گرفتن متحد بشن از نظر تاریخی؟ از نظر تاریخی خب من در جایگاهی نیستم که بخوام بس اجازه بدیم من توضیح بدم. بله شما بفرمایید. بله خواهش میکنم. دورانی بود که بریتانیای کبیر تصمیم گرفت که از خاورمیانه بیرون بره و اصولا دست و پای مستعمراتی خودش رو در دنیا جمع بکنه و از خلیج فارس میخواستن بیرون برن. به اینا گفتن شما تک تک نمیتونید از خودتون دفاع کنید، بیاید متحد بشید و یک کشور متحد به وجود بیارید که بتونید بهتر از خودتون دفاع بکنید و این جریان به وجود اومد. پرسش من الان از نظر سیاست خارجی، گفتید که حاکمیت دست ابوظبی هست، بله؟ بله، کاپیتال و پایتخت ابوظبی هستش. شیخ محمد تعیین کننده سیاست خارجی کشور. تعیین کننده سیاست خارجی یک نفر نیست، یک فرد نیستش، باز هم با مشاوره امیران، مخصوصا امیران ابوظبی و دبی و دیگر امیران گرفته میشه. ولی تصمیم گیرنده اصلی حاکم ابوظبی است. حاکم ابوظبی به عنوان بله به عنوان ابوظبی بزرگترین جمعیت رو داره در بین اون 7. این از نظر سیاست خارجی. از نظر درون مرزی چطوری کشور اداره، این سرزمین اداره میشه؟ خب از نظر دورمرزی دبی همیشه در طی سالهای گذشته روابط خیلی خوبی با مردم ایران داشته. مردم ایران در نپرسیدم ایران
نپرسیدم ایران، پرسیدم در داخل این امارات چطوری، این امارات چطوری مدیریت میشه، مثلا از نظر آداب رسوم نوشیدن شراب یا چیزهایی. خب نوشیدن مثلا فرض کنید مشروب و نوشیدنی های الکلی در هتل ها و رستوران ها در دبی آزاد هستش. یک قانونی بله در دبی آزاد هستش. یک قانونی رو هم در سال 2021 یا اوایل 22 اعلام کردن که قبلا فقط باید با مجوز مسیحی بودن که اجازه درینک دارید، اجازه نوشیدنی دارید، میتونستید از اماکنی که برای فروش مشروبات الکلی بودش، اروپایی ها و غربی ها الکل بخرن برای خونه، برای منزل خودشون. الان آزاد کردن، الان دیگه کاری ندارن تو سلمانتی، ولی مثلا شارجه و اجمال مشروب ممنوعه. شارجه شنیدن که حتی شلاق میزنن. حالا من ندیدم ولی میگن که شلاق میزنن، ولی ممنوعه. یعنی اگر فشرده کنیم سخنان شما رو، از نظر سیاست خارجی همشون یکی هستن و این سیاست در ابوظبی تعیین میشه، ولی از نظر مدیریت داخلی هر کدوم از این امیرنشین ها مستقلن. همونطور که شما گفتید در شارجه اصلا خرید و فروش و نوشیدن مشروبات ممنوعه و کد چیز میزنن، در یکی امیرنشین دیگه شما حق ندارید خرید و فروش بکنید ولی میتونید بنوشید، و در جای دیگه هم خریدش آزاده و هم نوشیدنش آزاده. مثلا در ابوظبی در هتل ها و در رستوران هایی که لایسنس فروش الکل دارن، خب میشه، شما میدونید که 90% توریست و اکسپات هستن در امارات، میشه درینک خوردش ولی مثلا نمیشه خرید. بله در هر امارات قانون خودشون رو دارن و این از نظر قوانین دیگر هم همینطوره. هر امیرنشینی بر حسب سنت و آداب و رسوم خودش عمل میکنه. بسیار خوب. ولی همونطور که شما گفتید و من هم گفتم، از هر 7 نفری که در کویت در امارات زندگی میکنن فقط 1 نفر بومی هست. توضیح بدین در این باره، بقیه از کجا آمدن؟ ببینین الان طبق آمار فکر میکنم که نزدیک 12 میلیون، 12 تا 13 میلیون در امارات زندگی میکنن، بین حال 11 تا 13 میلیون، و تا 90%، 85 تا 90% اکسپات هستن. برای اینکه امارات و شهرهای امارات با وجود نیروی خلاق، نیروی سازنده، مهندسین، طراحان، کارگران، کارمندان از سر و سر جهان ساخته شده. تعداد خود اماراتی ها خیلی کم هستش. تمام مشاغل رو شما میبینید که از کشورهای مختلف متخصصین و بهترین ها و نخبه ها اومدن در امارات، به خاطر اینکه در امارات وقتی کار میکنین شما مالیات نمیدین. یکی از معدود کشورهایی هست در جهان که حقوقی که میگیرید مالیات نمیدید، و این خب خیلی جذاب هستش برای کسانی که توی اروپا، استرالیا، توی کشورهای دیگه زندگی میکنن. نسبت زندگی و درآمد زندگی، شما با درآمدی که دارید میتونید یک زندگی خوبی داشته باشید. ممکنه که فرض کنید که شما بتونید که با 20 درهم برید مسابقات اصلا نگاه کنید، با 20 درهم در روز بتونید که میشه 4 یورو تقریبا، 4.5 یورو صبحانه، نهار و شام بخورید، با 250-300 درهم میتونید که یک اتاق اجاره بکنید. در ضمن میتونید که با 250 میلیون مثلا فرض کنید که درهم، 350 میلیون درهم که 1 میلیارد یورو میشه، مثلا یه دونه ویلا بخرید. برای تمام طبقات امکانات مختلف هستش. شهرسازی مخصوصا راجع به دبی، شهرسازی مختلف شده که مرکزیت خاصی نداشته باشه. خب یه جایی هستش که توریستا خیلی جذب میشن، یعنی مثل مارینا محلش کردن. محله کردن. سیتی، هلسکر سیتی، بیمارستان ها و اونجا مجتمع شدن. مثلا موتور سیتی یا سپورت سیتی،
تمام محله محله کردن که همه بتونن در محله های مختلف آن چیزی که نیاز اولیاشون هستش رو داشته باشن که بتونن بهتر کار بکنن، که بتونن مفیدتر باشن، که بتونن خلاقتر باشن. وقتی که شما در 50 درجه گرما و 100 درجه رطوبت تابستون میخواید در شهر کار بکنید و با بهترین تجربیات و بهترین ایده ها و بهترین خلاقیت ها از تمام دنیا، از استرالیا، اروپا، از اسرائیل میاد اونجا، خب به هر حال باید زندگی یک مرفهیت، یک رفاهی هم داشته باشه. خانم رکسانا بفرمایید که ما صحبت از یک گروهی قبیله میکنیم، 7 قبیله با فرهنگ های مختلف و غیره، عقب مانده گفتید که درآمدشون از مروارید بود، بعد نفت کشف کردن و غیره. چطور شد که اینها 7 قبیله عقب مانده تصمیم گرفتن نه فقط با هم متحد بشن، بلکه گفتن ما میخواییم وارد دنیای مدرن بشیم و برخی از سنت ها رو فراموش بکنیم و از مزایای تمدن غرب بهره مند بشیم؟ این یک انقلابه. چطوری اتفاق افتاد؟ من فکر میکنم، چون این برای من هم همیشه خیلی جالب بوده، من فکر میکنم که خب درس از تاریخ گرفتم، این خیلی مهم بوده که خیلی تحقیق کردن، نگاه کردن و یاد گرفتن. همونجور که دفعه قبل گفتم تو کتاب شیخ محمد قشنگ هستش که در کودکی به ایران سفر کرده و یاد گرفته، که یه چیزی که خیلی قشنگ نوشته تو کتابش که یاد گرفتن یک رهبر باید همیشه به مردمش نزدیک باشه. این چیزی که یاد گرفته، اینی که یاد گرفته که مردمش در درجه اول مهمن. شیخ زاید و شیخ راشد که بنیانگذاران امارات متحده عربی هستن، پدر شیخ محمد و پدر بزرگ شیخ محمد که الان رئیس دولت امارات هستش، اینها وقتی که سفر کردن به انگلستان، سفر کردن به غرب، گفتن که چرا مردم ما نباید باز از این امکانات بهره مند بشن و خواستن که مردمشون یا اون کشوری که دارن زندگی میکنن اون امکانات رو داشته باشن، قطار سریع و سیر داشته باشن، ساختمان‌های مدرن داشته باشن، آب و برق داشته باشن، کار داشته باشن، پول داشته باشن، رفاه داشته باشن، بتونن سفر بکنن، ماشین داشته باشن. 50 سال گذشته توی خیابون‌های امارات شطور می‌رفته و این رو رهبرانشون اصلاً مکتوم نمی‌کنن، اصلاً کتمان نمی‌کنن که نه ما از اول بودیم. من فکر می‌کنم که این اصلاً جالبیش در این هستش که بر اساس تاریخ، نه بر اساس قدرت برای تعویض داستان یک ملت، داستان یک قبیله اینا حرکت کردن. تاریخی که نبوده که قسم بخوان روش برگردونن، گرچه خب به هر حال آثار باستانی همه جای دنیا پیدا میشه، ولی تصمیم گرفتن که قصه جدیدی بسازن. یک، به نظر من دولت امارات و مخصوصا شیخ محمد دبی، مارکتینگ و پروموشنشون و معرفی هر کاری که میکنن و رابطه با مردم و جذب مردم و جذب علاقه مردم به اون حرکت خیلی قوی هستش. شما اکسپوی 2020 رو که 2021 برگزار شد به خاطر کووید، موقعی که میخواست 2020 برگزار بشه، دولت امارات گفت ما 25 میلیون بازدید کننده میخواییم که توی این اکسپو بیاد. موقعی که یک سال عقب افتاد، هیچ کس باور نمیکرد که 25 میلیون نفر یک سال بعد از کووید و یک سال بعد از این لاکدان ها بیاد واقعا از اکسپو بازدید بکنه. به قدری تبلیغات و به قدری اینی که درگیر میکنن ذهن مردم رو به برای کار خوب، برای کار مثبت، 24 میلیون بیشتر از 24 میلیون این اکسپوی 2021 بازدید کننده داشتش. اینقدر رفاه و این امکاناتی که برای اکسپو رو گذاشتن 30 کیلومتر بالای دبی، ولی خب رفت و آمد رو هم گذاشتن، بلیط ها پکیج خانوادگی رو گذاشتن که بچه‌ها رو خانواده ببرن، تخفیف گذاشتن برای پیرا، تخفیف گذاشتن برای جوان‌ها، تخفیف گذاشتن، یعنی یک سیستم بسیار مدبر مدیریت میکنه که مردم عضوی باشن از پیشرفت. هر سال ماه مبارک رمضان که ماهی هستش که در کشورهای مسلمان مبارک هستش، اولا که در امارات ماه عزاداری نیست، ماه مبارک ماه جشن هستش، ماه گریه و زاری و ماه عزاداری نیستش، جشن هستش. هر سال
امیران امارات یک کمپین های کمک و کارهای خیریه رو بنیانگذاری میکنن. یک سال مثلا 5 میلیون کودک در جهان باید امکانات تحصیلی بهش داده بشه. یک سال 1 میلیون نفر در کشورهایی که روبه رشد هستن و امکان ندارن و نیاز دارن آب نوشیدنی داشته باشن. و نه تنها خودشون، بلکه مردم، غربی ها، شرقی ها، شمالی ها، جنوبی ها، هر کسی اونجا زندگی میکنه وظیفه خودش میدونه از اون نعمتی که داره بده و همه مردم کمک میکنن، تمام ارگان های دولتی کمک میکنن. یعنی کمک کردن و دست یاری دادن نه فقط به مردم خودم، به مردم جهان فرهنگه. البته که هیچ جای دنیا پرفکت نیستش، هیچ جای دنیا ایدئال نیست، همه جای دنیا اشکالات بزرگ و کوچیک خودش رو داره و از دید من امارات، دبی، ایران، اسرائیل، آلمان، آمریکا، همه جا ایدئال نیستش، اشکالات داره. ولی مهم این هستش که مردم دست به دست هم، خارجی و داخلی و اینا، دوست دارن که این اشکالات رو برطرف بکنن، جایی بکنن که کودکان و خانواده احساس امنیت بکنه. این نظر من. بله. آیا از دیدگاه شما این واقعیت که هم در ابوظبی و هم در دبی فرمان روایان واقعی، یعنی اونهایی که اختیارات دستشون جوان هستند و در اروپا تحصیل کردن، این تا چه حد باعث تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در امارات شده؟ نکته بسیار بسیار خوبی رو شما اشاره کردید، به دلیل اینکه شاید که در اروپا از دیدگاه من سیستم قوی تر از ذهن و غریزه انسانی بشر هستش. یعنی سیستم نوشته شده و سالها عمر کرده. این سیستم باید عوض بشه. ما مردم 50 سال پیش نیستیم. الان تو این 25 سالی که تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده، بچه های ما، نوه های ما در دوران دیگه باید زندگی بکنن. این سیستم اینقدر قوی هستش که دست و پاگیر شده. در امارات تصمیم گرفته میشه، عمل میشه. اگر که شما وزیر باشید، اگر که شما مدیر یک شرکت دولتی باشید، اگر که شما کارمند یک مؤسسه خدماتی دولت باشید و کارتون رو انجام ندید، یکی از مهمترین چیزایی که در دسترس مردم گذاشته شده این که شما میتونید شکایت بکنید به من خدمت نشدی. یک داستان خیلی جالبی، یک نفر زنگ میزنه به رادیو و میگه من الان بازنشسته هستم، پول ندارم، اماراتی، پول ندارم، نمیدونم، زندگی ندارم، تفریح ندارم، این همه اکسپتا میان تفریح میکنن، من فردا پس فردا ندارم، کسی دولت به فکر من نیست. این به گوش شیخ محمد میفرسته، شیخ محمد ایشون رو ملاقات میکنه، میگه میخوام ببینم و به حرفش گوش میده و میاد میگه خب تو مسئول بشو که افرادی که در سن تو هستن و نیاز دارن که بهشون توجه بشه چه خدماتی رو ما میتونیم بهشون بدیم. یعنی خدمت در درجه اول و جوان بودن و اینه که دنیا دیده هستن، دنیا دیده هستن، جوانن، با نسل جدید هستن، کمک میکنیم. من فکر میکنم که آرتیستیک بودن روح امیران امارات هم خیلی کمک میکنه. شیخ محمد و ولیعهد دبی هر دو شاعرن، کتاب شعر دارن، شعر میخونن، دکلمه میخونن، توی پیجشون شعر میگن، از زیبایی ها میگن، از عشق میگن، از زندگی خصوصیشون میگن، از مردم میگن. خب این یک نزدیکی به وجود میاره بین مردم و آدم علاقه من میشه که به کسی که اینقدر بهش نزدیکی بیشتر خدمت کنه. ما فکر میکنم موتیویشن خیلی بالاست توی امارات. بله. و یکی از ویژگی های دبی و تا حدودی ابوظبی و احتمالاً امیرنشین های دیگر این آسمان خراش هاست. در یه نقطه بیشتر از منحتن آسمان خراش بود. حالا این رو یادآوری کردم به یک علت و اون این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله العظمى امام خامنه ای فرمودن که این که هنر نیست. اینا یه آمدن یه عده خارجی رو دعوت کردن به دبی، پول خودشون رو در اختیارشون گذاشتن، گفتن آسمان خراش بساز و این در حالی که اگر هنر داشتن خودشون می ساختن، با پول دیگران می ساختن. بخوام ببینم که این اتهام تا چه درسته، یعنی این سرمایه هایی که برای احداث آسمان خراش ها هست چگونه تامین شده و آیا از شرکت های خارجی هم
کمک گرفته شده یا نه؟ بفرمایید. اولا که چقدر کوتاه فکری هستش که آدم بخواد اینجوری فکر بکنه و اینجوری قضاوت بکنه، جای تأسفه. من فکر میکنم که اگر هر کسی رو همه کار خودش بخواد بکنه، هیچ وقت کار به نتیجه نمیرسه. کار گروهی یعنی یک نفر مهندس، یک نفر طراح، یک نفر لوله کش، یک نفر کار برقی میکنه، یک نفر نجار، همه باید با هم کار بکنن و 100% همه باید پول بگیرن، چون این تخصصی رو که دارن و با خودشون تخصص رو میارن، از کشورشون دور میشن، میان یک کشور غریبه زندگی میکنن با یه فرهنگ غریبه، خب باید حتما به اندازه اون کاری که انجام میدن پول بگیرن. و به نظر من یه مدیریت عالی هستش که از سر و سر جهان آوردن، گفتن این پول، این زندگی، این ویلا، این خونه، این حال، بیا و کار بکن. امارات متحده عربی چندین ساله که درآمد اصلیش از نفت نیست. مثلا دبی درآمد اصلیش از توریسم هستش، از توریست هستش، و درآمد دولتی یا درآمدی که الان روش سرمایه گذاری زیاد میشه درآمد خدمات پزشکی هستش، که از سراسر منطقه و از سراسر جهان افراد برای خدمات پزشکی بتونن بیان اونجا و کارهای پزشکی نشون انجام بدن. کارهایی که دیگه دارن انجام میدن ایجاد کمپینگ های تمرین ورزشکاران، مثلا دوچرخه سواران، فوتبالیستا، والیبالیستا، دوندگان که برای مسابقات جهانی که میخوان آماده بشن بیان و در کمپ های خیلی مدرن تمرینات لازم رو ببینن، تمام امکانات رو فکر میکنن. و خیلی جالبه که هر کاری رو که دلشون میخواد انجام میدن، میگن انجام میدن. ببینید آسمان خراش ها همینجوری نیست ساختنش، شما خودتون میدونید زیربنای آسمان خراش رو ساختن. توی یوتیوب هستش که شیخ زاید رود یا خیابان اصلی شیخ زاید توی دبی چه زیربنایی داره که بتونه این حجم زیاد ماشین هایی که توی 6 لاین دارن در کنار هم، همشون هم 4 فور ویل هستن و بزرگ هستن، بتونن در کنار هم در تابستان در 50 درجه و در هوای دیگه بتونن در رطوبت 100 درجه بتونه اون نگه داره. تمام اینا متخصصین رو از سراسر جهان آوردن. امارات و دبی مخصوصا یک شهر تجاریه، این هیچ وقت کتمان نشده، یک شهریه که جذابه برای تاجرها، برای بیزینس، برای کار، برای خرید و فروش، برای معامله، برای خدمات. و الان مدت هاست که آسمان خراش ها سرمایه گذاره اصلی دیولوپرهایی هستن که از کشورهای دیگه میان، چون میتونن بیان اونجا بسازن، میتونن بفروشن و میتونن که درآمد داشته باشن. یعنی شما اگر یک دیولوپر بزرگ مثلا از استرالیا یا از انگلستان یا از اسرائیل بیاد، میتونه که اونجا یک پروژه رو توی مزایده ببره و یک آسمان خراشی رو بسازه و بفروشه و درآمد داشته باشه. یعنی دولت امارات تشویق میکنه سرمایه گذاران خارجی رو که بیاید و با سرمایه خودتون آسمان خراش بسازید. بله بله، و روز به روز امکانات بهتری رو برای کار بهشون میده. مثلا قبلا در فریزون میتونست یک نفر شرکتی به اسم خودش داشته باشه غربی بدون اینکه کفیل اماراتی داشته باشه، و در مناطق دیگه باید آدم 51% کفیل میداشت که یک اماراتی میباید 51% از اون بیزینس رو داشته باشه، که البته یک شغل تشریفاتی هم بودش که خیلی ها 51% داشتن، کاری به سیستم مدیریت اون شرکت نداشتن. الان دولت اومده این رو هم راحت کرده، شما میتونید شرکت داشته باشید، کاملا اونر باشید، اونرش کمپانی خودتون باشید. بله، میخواد یک جایی رو درست بکنه که همه از سراسر جهان با پولشون و با مغزشون بیان اونجا کار بکنن. این بهتر از فرار مغزاست که همه مغزا رو دعوت میکنه بگه بیاین اینجا کار بکنید، هم شما راحت زندگی بکنید، هم مردم من از این امکانات استفاده کنن. و یک پروگرام خیلی جالبی دارن که چند سالی که به اسم اماراتیزیشن هستش، که تمام جوانهایی که در این سالها در آمریکا، در انگلستان، در بهترین دانشگاه‌ها درس خوندن و الان مدرن هستن ولی پایبند رسم و رسوم اماراتی هم هستن، الان در نقش مدیریت، زنانی که در نقش مدیریت هستن، زنانی که وزیر هستن، به هر حال هدف این هستش که یک بهشتی روی کره زمین ساخته بشه. و من تا اونجا که خودم تجربه کردم 16 سال و نیم، من یک زنی که ایران به دنیا اومدم جناب آقای مناش امیر با پاس دانمارکی،
آلمان زندگی کردم، زبان دومم آلمانی، رفتم امارات و گفتم من توانایی راه اندازی یک رادیو فارسی دارم، 600 هزار تا اینجا شنونده هستش، چرا ما کانکت نکنیم بیزینس ها و خدمات رو با مردمی که اینجا دارن کار میکنن؟ و دولت امارات دید به به چه ایده خوبیه، یعنی چرا که نه، و این امکان رو دادن به من. من فکر میکنم به هر کسی که ایده داشته باشه برای بهبود اون کشور، اون امکانات رو میتونه داشته باشه. و واقعا قصد من تبلیغ نیست، قصد من این هستش که واقعا امارات برای من دبی یک جاییه که مردم آرزو دارن در آینده داشته باشن، و خیلی یعنی کشورهای دیگه هم هدفشون اینه. بله، فشردش بکنیم، اماراتی ها سعی میکنن که سرمایه دنیا رو جذب کنن، بیارن و با این پول کشور خودشون رو آباد بکنن. بله. بنابراین آقای خامنه ای یک بار دیگر با نابخردی حرف نادرستی زده بود. خانم رکسانا، میخوام از بس یکم جدا بشیم و یک پرسش ایرانی ازتون. نه، ایرانی به این معنی که من گاهی تو این تبلیغات تلویزیون ها میشنوم که یک شرکتی میگوید که شما به ما ریال بدید، ما براتون توی امارات آپارتمان میخریم، براتون ویزا میگیریم، اجازه اقامت میگیریم، تلفن میگیریم و غیره. آیا شنیده اید که برخی از اینها جعلی هستن و این یک نوع کلاهبرداری؟ توضیح بفرمایید. بله، خیلی از اینها ممکنه جعلی باشن و تبلیغاتشون جعلی. دولت امارات مرتب اعلام میکنه که یک پاسپورت اماراتی به کسی نمیده، هنوز قانونی ثبت نشده که به خاطر خرید ویلا، آپارتمان، خونه، کار پاسپورت اماراتی بده. گلدن ویزا که همه خیلی دنبالش هستن و فکر میکنن که به نخبه ها میدن، نخبگانی که در خدمت امارات متحده عربی باشن، نخبگانی که و کارشون، خلاقیتشون کمک به جامعه جهانی بکنه، گلدن ویزا میدن. افراد خلاق، افراد هنرمند گلدن ویزا میگیرن. با خرید خانه اقامت میتونی بگیری، کسی که خرید خانه و ویلا بکنه از یک قیمتی بالاتر که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مرتب عوض میشه، بنابراین نمیخوام قیمت بگم، مثل 1 میلیون، 1.5 میلیون حد اقلش هستش، اقامت میگیرن اونجا. کسی با اون ویزا نمیتونه کار بکنه، میتونه فقط زندگی بکنه. اروپا همینه، وقتی یه پانشون نیست از اسپانیا میاد اینجا مثلا میاد یه خونه اگر بخری که نمیتونه کار بکنه، ویزای کار فرق داره، ویزای کار دروغه. بله، همین خواستم هشداری باشه. بله، که اونهایی که از داخل ایران میخوان سرمایه گذاری کنن در امارات بدانند، احتیاط بکنن و ببینن که اون شرکتی که ادعا میکنه چنین خدماتی رو میتونه ارائه بکنه کیست، چیست، چون پولهای زیادی رو اینها برداشتن و معلوم شده که کلاهبرداری بوده. اجازه میخوام ببین، مثلا برای حساب بانکی تا الانی که من اینجا پیش شما نشستم و امروز فکر میکنم که 19 جولای 2022 باشه، شخص باید خودش حضور داشته باشه، حساب بانکی رو نمیتونه، ولی امکاناتی رو از سال 2022 امکاناتی رو به وجود آوردن. من پیشنهاد میدم که یک وبسایتی داری uae.gov، یعنی وبسایت گاورمنت یو ای هست، تمام اینا رو توش داری، قوانین مرتب به روز میشه، چون قوانین عوض میشه مرتب توی امارات، مردم حتما برن. و یک وبسایت دیگه هستش که مال املاک امارات هستش، تمام قوانین خرید و فروش که هستش رو میتونید داشته باشین. اگر کسی اومد تبلیغ کردش که شما بیاین به من پول بدین، من همه کار براتون میکنم، شما اولین کاری که باید بکنید ببینید که اون کمپانی آیا اصلا خودش اینجا لگال هست یا نه. خیلی باید مواظب باشین، چون هر جایی که امکانات هستش امکان کلاهبرداری هم زیاده. درسته. در اجازه بدین در رابطه با ایران یه پرسش دیگر هم بکنم. بفرمایید. سختم این پرسش رو مطرح بکنم ولی باید به واقعیت ها گردن نهاد. در گذشته ما شنیدیم که امارات به یک عشرتکده دختران ایرانی مبدل شده و بسیاری از دختران رو جذب میکنن، میبرن امارات و عشرتکده برپا میکنن و اینها خدای نکرده به راه نادرست میرن. تا چه حد شما در این 16 سال این پدیده رو دیدید و میتونید تایید بکنید؟
از نظر قانونی در امارات متحده عربی پروستیتوشن یا فاحشگی ممنوعه، از نظر قانونی ممنوعه و زندان داره. کسی که این کار رو بکنه اگر که دستگیر بشه 5 سال زندان داره. آنلاین سکس بیزینس که آنلاین خیلی توی غرب مد هستش ممنوعه، اگر که کسی رو دستگیر بکنن که کار خدمات سکسی رو و جنسی رو آنلاین به صورت اینترنتی داره ارائه میده تا 1,000,000 درهم و حتی تا 5 سال. البته من دقیق نمیدونم، باید با وکیل صحبت کرد، ولی حدوداً هم جریمه نقدی داره هم زندان داره. ولی خب به هر حال همون کار فاحشگی یا کار تنفروشی یا کار جسم فروشی یکی از قدیمی ترین بیزینس های تاریخ بشریته. این رو اصلا نمیشه کتمان کرد. هر جان پول باشه به هر حال ممکنه که یک نکته جذاب باشه برای یک. ولی چقدر این پدیده من ندیدم. من مواجه نشدم. من یعنی نه کسی به من پیشنهاد داده نه کسی از من ندیدم. ولی میدونم که به هر حال به خاطر آزادی ها و به خاطر نایت کلاب ها، به خاطر زندگی شبانه امکانش هستش باشه، ولی از نظر قانونی ممنوعه. ولی من ندیدم. شما از امکانات گردشگری صحبت کردیم. پرسش من الان این است که امارات بلیشه در فصل بهار و تابستان جهنمه، بسیار بسیار گرمه. اگه من خل شدم برم امارات، چه جاذبه هایی در امارات به ویژه در دبی و ابوظبی وجود داره که من گردشگر رو جذب میکنه به طرف خودش؟ و همونطور که شما گفتید روز به روز شماره گردشگران از کشورهای مختلف جهان بالا و بالاتر میره. اینها چیکار کردن که گردشگران خارجی رو به سوی خودشون جلب کنن؟ آقای بینش امیر، من بندر عباس بودم موقعی که خیلی کوچک بودم. به محض اینکه پیاده شدم از هواپیما، این حرم رطوبت بالا تو تابستونم بودم، همچین زد که اصلا دقیقا دبی هم همینه. هم به خاطر اینکه نزدیک دریاست، هم به خاطر اینکه کبیره. البته شباش خنکه که توی کبیر. خب اگه من مگه آزار دارم بلنشم برم اونجا؟ خب چی منو جذب میکنه بفرمایید. ببینید، اولا که اگر که گرما ناراحتتون بکنه، تو فصل گرما کسی نباید بره، چون یه 7-8 ماهش واقعا گرمه. اگر گرما ناراحت بکنه، بعد تمام امارات ما میگفتیم که میریم بیرون جوجه سرخ کرده میشیم، میایم تو ساختمون جوجه یخ زده میشیم. یعنی تمام پارکینگ ها، ساختمون ها، شاپینگ مال ها از سیستم تهویه و خنک کننده برخورداره. اگر کسی حتی ایستگاه اتوبوس، یعنی حتی تو خیابون که چتر گذاشتن و ایستگاه گذاشتن که آدم منتظر ایستگاه باشه، کسانی که با ایستگاه میرن، حتی اونجایی که مثلا در ماه رمضان سیگار کشیدن ممنوعه دیگه، جلوی مردم اتاقک درست کردن توی هوای آزاد که کسایی که میخوان سیگار بکشن در شیشه پررنگ که از بیرون دیده نشه برن سیگار بکشن. اونجا هم ایسیه، همه جا ایسی گذاشتن، ایر کاندیشنر گذاشتن. حالا فرض میکنیم یکی مثل من گرما ناراحتش نمیکنه. من اصلا جذابیت های توریستی امارات رو دو سه نمونهش رو بگیم بفرمایید. من توی امارات توی دبی غواصی کردم، لایسنس غواصی رو گرفتم. شما میتونید برید غواصی، میتونید برید چتربازی کردم، لایسنس رو نگرفتم ولی 5-6 دفعه از آسمون پریدم. میتونید برید بالون سواری، میتونید برید السرکال اوینیو که یک خیابان و منطقه‌ای هستش که تمام گالریستا و خیلی از ایرانی ها اونجا نمایشگاه دارن، گالری دارن، موزه آقای سرسالی هستش که موزه پریوات هستش، موزه آقای فرجام، دبی اینترنشنال فاینانشال سنتر گالری های شیک داره. میتونید برید از هنر و گالری و از آرتیستا و از نقاشی ها و از مجسمه ها اگر اهل هنر هستید. اگر اهل اسواری هستید میتونید اونجا برید اسواری بکنید. سال یه دفعه بزرگترین ورلد کاپ اسواری
گذاری که معتبر هست در جهان برگزار میشه که جوایز میلیاردی داره. اهل تنیس هستید میتونید برید که تنیس و بزرگترین تنیس پلیرها رو اونجا ببینید. اهل موزه هستید، از موزه قدیم و جدید و فیوچر میوزیم و اتحاد میوزیم و نمیدونم قصر و اینا همه جا رو میتونید برید ببینید. اهل شاپینگ هستید میتونید برید شاپینگ. اهل حراج هستید فصل حراج میتونید. میخوام به یکی دو تا از جاذبه ها رو بفرمایید و یکی از اونها مثلا یونیورسال ویلیج. ببینید جاذبه های تفریحی رو منظورتونه؟ نه نه، من اون دهکده ی گلوبال ویلیج یکی از جذابترین که با 15 درهم و 1 درهم هم ورودیش رو تو این سالا اضافه نکردن، با 15 درهم شما میتونید از صبح تا شب تمام دنیا رو ببینید. پاویلیون ایران یکی از جذابترین پاویلیون ها، بزرگترین پاویلیون هاست که تمام سردرش رو مثل تخت جمشید درست کردن و اونجا شما میتونید تمام مواد ببینید. پاویلیون آفریقا داره، چین نه داره، اجازه بدین در مورد ایران حرفتون رو قبول ندارم. چرا؟ درسته، الان خدمتتون عرض میکنم ورودیش کاملا ایرانیه و بسیار زیبا ساخته شده، ولی تو مغازه هاش میرین هیچ چیز ایرانی دیده نمیشه جز مثلا سوهان و گز. بله، توی فرش فروشیش میرین اکثر فرش هایی که ارائه میکنن ساخته بافت کشورهای دیگر. از همه مهمتر هیچ کدوم از آثار کارهای دستی ایران رو من در اونجا ندیدم. من ایران نمیتونم برم، ولی امیدم این بود که در دبی بتونم برخی از کارهای ایرانی رو بخرم و در این پاویلیون یا قرفه نیسته، جای خیلی بزرگیه، ندیدم اینو. بفهمید نه اینو خب درست میگین، شاید که میتونست که خیلی پربارتر باشه از مواد مثلا اگه با آفریقا تو ما مقایسه بکنیم، تمام کارهای دستی و مواد خوراکی آفریقا و ژاپن و چین شما میتونید تو تایلند و یه کشور دیگر ببینید، شاید که میتونست خیلی پربارتر باشه. من از دوستان خوبم هستم، حتما میگم بهشون که دفعه دیگه آقای منوشه امیر اومدن حتما باید پربار باشه و حتما کارهای دستی باشه. گلوبال ویلیج خیلی جای دیدنیه. اکسپو سیتی بعد از اینکه اکسپوی 6 ماهه تمام شد اعلام کردن، همین چند روزم بیشتر نیست، تازه تر و تازه است، اعلام کردن که نمایشگاه گل هست و بله میراکل گاردن. میراکل گاردن که 45 میلیون گل رو با فیگورهای مختلف توی میراکل گاردن اونجا نمایش میدن. باترفلای گاردن هستش که تمام پروانه ها از سر و سر جهان اونجا آزادانه در حال پرواز هستن. و بگیم دیگه، شما که بهتر میدیم بگیم. من در زمان خداحافظی هست، تمام زیبایی ها رو گفتیم، اجازه بدین که یک عیب رو هم من بگم و بگم شرم کنن. رهبران امارات شرم کنن و آنچه که میگم به این علت هست که اینها آمدن انواع و اقسام کارگران رو از کشورهای عقب مانده جهان جذب کردن اونجا برای کارهای سختشون. پولی که بهشون میدن بسیار کمه و به زحمت هزینه زندگیشون رو تامین میکنه. یعنی اینها با استثمار کارگران خارجی میخواهند که کشور خودشون رو بسازن و من شرم دارم از این واقعیت و مقایسه میکنم با اسرائیل. میبینم ما هم کارگر خارجی زیاد داریم و نیاز داریم، ولی میبینم که کارگر خارجی در اسرائیل درست عین کارگر اسرائیلی حقوق میگیره و از مزایا برخوردار هست. ازتون من باید یه چیزی بگم اینجا. بفرد. روز به روز شرایط کارگران در امارات با قوانین جدید رو به بهبود هستش و واقعا من میدونم که تجربه کردم و دیدم قوانینی که مرتب اعلام میشد که زمان استراحتشون بیشتر بشه، حقوقشون بیشتر بشه، شرایط زندگیشون بهتر بشه و اینی که به هر حال تا جایی که امکان داره سعی میکنن که من تا با چشم خودم دیدم که امکانات بهتری رو برای کارگرانی که از سراسر جهان میان هم فراهم بکنن. ولی فاصله خیلی زیاده. یک
یک کارمند زاده بومی، یعنی زاده امارات. آخه بومی اونجا کارگری نمی کنن خودشون. نه کارمند، گفتم کارمند. آن کارمند. ده برابر و شاید 100 برابر و شاید 1000 برابر همردیف خارجی خودش. من خودم میدونم که کارگری که مثلا فرض کنیم در ساختمون ما کار میکرد، با اون حقوقی که میگرفتش خرج تحصیل بچهش رو توی ده خودشون میدونم. به زحمت. من دفاع نمی کنم، اطلاع زیادی ندارم، یک کارگر هتل 600 دلار در ماه میگیره و مثلا 500 دلار باید کرای خونه بده. ازتون سپاسگزارم خانم رکسانا چگینی که این توضیحات رو برای ما دادید. باز هدف ما تبلیغ درباره هیچ کس و هیچ کجا نبود، ولی بسیاری چیزها در دبی هست که ما ایرانی ها باید یاد بگیریم و امیدواریم روزی بیاد که بتونیم این تجربیات رو در کشور خودمون به اجرا بگذاریم. و از این نظر از شما متشکرم و به امید گفتگوهای بعدی و به امید سعادت و نیکبختی ملت ایران. تشکر. مرسی. به امید سلامتی برای همه. من هم فقط از دیدگاه خودم هرچی گفتم تونستم که اطلاع بدم. مرسی آقای مناش همی. متشکرم. تشکر میکنم. همیشه جذاب هست صحبت با شما. مرسی. پاینده ملت ایران.